هممون با ویندوز کار کردیم و قابلیتهای مختلفش رو میشناسیم ولی میدونستید ویندوز ده تا مود مخفی داره که اگه اونا رو یاد بگیرید و بلد باشید کار کردن با ویندوز بسیار جذابتر میشه با من امروز باشید امروز قراره ده تا مود مختلف ویندوز رو بهتون معرفی کنم سلام من اردشیر کابینی هستم اینجا کانال چهار رای و همونجور که گفتم میخوام 10 تا مود مخفی ویندوز رو بهتون معرفی بکنم احتمالا بتونید چند تا شاهد بزنید قبل از اینکه ویدیو رو ببینید و به توضیحات ویدیو سر بزنید برید توی کامنت ها هر مودی که به ذهنتون میاد وجود داره رو بنویسید لطفا انگلیسی هم بنویسید که بشه خوند. چون فارسیش واقعا سخته خوندنش و حالا بریم با همدیگه شروع کنیم من یه کوچولو بگم بریم با همدیگه ببینیم یه سری از این مودا قابلیت های ویندوز هن که در حالت عادی کس نمیتونه پیداشون کنه یه سری چیزا که نه گذاشته ویندوز دم دست بتونی پیداشون کنی و ازش استفاده بکنی ولی چون همه این دهتا تا کلمه مود رو تو خودشون دارن گفتم بزار اینا رو بذاریم کنار همدیگه دیگه و یه ویدیو ازش بسازیم یه کوچولو بگم سیف مود و دارک مود و کامپتیبیلیتی گاد مود و اینا رو قراره بریم با هم دیگه یاد بگیریم بریم دونه دونه تو کامپیوتر هر کدوم از اینا رو بتون نشون بدم و یک کوچولو در حد چند شاید سی ثانیه بگم هر کدوم چه کاربردی دارن برای هر کدومشون میشه ویدیو جداگونه ساخت یه سریش رو قبلا ساختم یه سریش مونده که بریم با هم دیگه ببینیم و بعدا ویدیو تکمیلی رو در مودشون میسازم پس بریم تو کامپیوتر خب بریم 10 تا مود رو با هم دیگه بشناسیم مود اول مود گاد برای اینکه واردش بشیم باید چیکار کنیم روی صفحه رایت کلیک میکنید یه نیو میزنید فولدر اسم فولدر رو این چیزی که توی توضیحات براتون نوشتم میذارید و اینتر میزنید ببینید بدون اسم میشه قیافش ریفرش هم بکنید قیافش عوض میشه شبیه کنترل پنل شده بازش میکنم ببینید چیه خودش این باده می نویسه اسمش گاد تمام تنظیمات ویندوز رو از اینجا میتونید ببینید و داشته باشید و تغییر بدید هر تنظیمی که بخواید و از همینجا میتونید داشته باشید مثلا میخواید اسکجل تسک انجام بدید میذارید روش میره رو اون تسک اسکجلر رو براتون باز میکنه یا فایروال ویندوز رو میخواید تغییر بدید اینجا دارید پس این گاد انگار یه چیزیه که کل تنظیمات رو یکجا بهتون نشون میده این مال زمان ویندوز ایکس به بعده و هنوز ستینگ انقدر جمع و جور و خوشگل و ترتمیز مثل ویندوز 11 نشده بوده که این وجود داشته شاید حالا کم کم از بین بره ولی فکر نمی کنم مود باحالیه که گفتم بشناسیمش پس این مود اول یا گاد مود مود دوم بهش میگیم سیف مود سیف مود یعنی چی یعنی یک محیط امن ببینید وقتی وارد سیف مود میشید اینجوری چهار تا گوشه صفحتون مینویسه سیف مود خیلی از تنظیمات و سرویس های ویندوز اینجا اجرا نیستن و سرویس های کمتری اجرا هستن که شما میتونید اگر سیستمتون به مشکلی خورده از اینجا مشکل رو حل بکنید سرویس های مختلفی ران نیستن و غیره مثلا شما سیستمتون ویروسی شده میگن برو توی سیف مود این آنتی ویروس رو اجرا کن پاک بکنه و هر چیز ببینید خیلی از سرویس ها اینجا ران نیستن در حالی که تو ویندوز معمولیتون ران هستن و خیلی کاربورد های دیگه که هر وقت به مشکل بخورید بهتون گفتم باید وارد سیف مود بشید وارد این صفحه میشید روش های ورود به سیف مود هم زیاده ویدیو جداگونه واسش ساختم لینکش بالای صفحه میاد میتونید ببینید و اون ویدیو رو ببینید شش تا روش به گفتم که میتونید وارد سیف مود بشید باش پس ناز مود دوم مود سوم بهش میگن گیمینگ مود اگه شما روی کیبوردتون کلیت های لوگو و جی رو با هم دیگه فشار بدید این صفحه واسهتون باز میشه البته به شرط اینکه فعالش کرده باشید و تنظیمات مربوط به گیم رو میتونید اینجا انجام بدید ببینید مثلا میتونید توی ایکس باکس سوشالتون لاگین بکنید یه سری تنظیمات مربوط به گیم وجود داره حتی قابلیت کپچر کردن صفحه برای گیم وجود داره این کپچر یه سری محدودیت ها داره مثلا صفحه خود ویندوز نمیتونید باش فیلم بگیرید فقط از گیم هاتون میتونید فیلم بگیرید یه سری تنظیمات وجود داره که گیمینگ مدل همین اگه ستینگ رو بزنید ببینید اینجا تنظیمات مربوط به خودش رو میاره که میتونید دقیقا چه کارهایی تعریف بکنید یه سری کی واسه خودتون شورتکات کی بذارید ویجت منوهایی که میخواید و اینجا اضافه کنید بسیار به نرم افزاری که نصب دارید هم عوض میشه ولی اگه میخواید تنظیمات گیمینگ مود رو ببینید باید وارد ستینگتون بشید اینجا کافیه فقط سرچ بکنید گیم و گیم مود ستینگ واسهتون میاره ببینید یه گزینه روشن کردن و خاموش کردن داره اگه خاموش کنید دیگه با لوگو جی فعال نمیشه اگه نه این روشن میشه دقت کنید که بار میذاره روی سیستمتون اگه نیازش ندارید. خاموشش بکنید و مربوط به کارت گرافیکتون هم مثل تنظیمات داره که بزنید میره وارد تنظیمات و به دیسپلیتون میشه که یه تنظیمات دیگه است میتونید از اینجا ببینید اینجوری هم که میشه برگشتش پس این هم از مود سوم یا گیمینگ مود مود چهارم پاور مود ببینید وارد ستینگ که بشید وارد پاور بشید اینجا یه پاور مود وجود داره شما میتونید از اینجا تعیین بکنید که سیستمتون روی چه پرفورمنسی باشه یعنی چی میتونید اگه مثلا بیشتر به دد کسی میخوره که لپتاپ داره اگر داری از لپتاپ استفاده میکنی میتونید بذاری به روی بست پاور افیشنسی مصرف سیستم رو میاره پایین یه سری از چیزایی که پشت صحنه هست و خاموش میکنه تا باتری شما بهتر بره اگر نه روی بلنس حالت عادیه و اگه بذاری روی بیس پرفورمنس سیستم شما میره رو روی حد اکثر قدرت خودش شروع میکنه کار کردن فن سی پیوتون با سرعت بیشتری میچرخه اینو عباستون باشه و سیستم شما قوی تر کار میکنه ولی مصرف برق بیشتری هم خواهد داشت پس پاور مود مود چهارم ماست توی ویندوز قدیمی قبل از 11 به این بیست پاور افیشنسی میگفت باتری سیور اینم حواستون باشه بکن باتری سیور بوده نورمال و بس پرفورمنسی اینجوری اسمایی داشتش پس نه از مود چهارم یا پاور مود مود پنجم کالر موده یا بهتر بگیم دارک مود خودمونه کافیه شما فقط از اینجا پرسونالایز رو بزنید یا اینکه وارد ستینگ بشید بیاید داخل پرسونالایز توی تب کالرز اینجا یه چوز یور مود داره همونجوری که می‌بینید دارک مود و لایت مود من بیشتر از دارک مود استفاده میکنم چون درد چشمم کمتر میشه و خستگی چشمم کمتر میشه ولی شما میتونید روی لایت مود بذارید اصطلاحا پس کالر مود اسم درسته این بخشه همونجور که میبینید همه چیز روشن میشه ولی خب ترجیح من واقعا روی دارک مود بودنه یه حالت کاستم هم داره که خودتون میتونید تعیین کنید بین اپلیکیشن ها و برنامه ها دقیقا هر کدوم از کدوم حالت استفاده بکنم بسته به تمی که انتخاب میکنید این قضیه میتونه متفاوت باشه ولی ما بیشتر میخواستیم ببینیم که یه مود دیگری هم وجود داره به اسم دارک مود و لایت مود خب حالا که پنج تا از قابلیت ها رو دیدیم ویدیو رو لایک کنید دمتون گرم لایک کنید نظرتون رو به اون بگید و اگه سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید بریم شیشومی مود ششم کامپتیبیلیتی موده فرض کنید یه برنامه خیلی قدیمی مثل این دارید که روی ویندوز فعلیتون اجرا نمیشه و میخواید کاری کنید که این بتونه اجرا بشه چجوری باید این کار انجام بدید روش رایت کلیک میکنید وارد پراپرتیز میشید اینجا یه قسمتی وجود داره به اسم کامپتیبیلیتی یا تب کامپتیبیلیتی اگه این رو باز کنید اینجا یه سری تنظیمات وجود داره که شما چجوری بتونید کاری بکنید این برنامه اجرا بشه مثلا این برنامه من میدونم که روی ویندوز ایکس به درستی اجرا میشده این تیک رو میزنم میگم آقا ویندوز XP پی سرویس پک 3 میدونم درست اجرا میشده اپلای میکنم و از این بعد اجراش میکنم ویندوز سعی میکنه اون رو بره با قوانینی که اون موقع داشته اجراش بکنه یا یه وقتی هست مثلا میدونید که این برنامه باید حتما کالر مودش روی 16 بیت فلان باشه یا 8 بیت 256 کالر باشه یا نباید برای فول اسکرین اپتیمایز بشه یا باید تو این رزولوشن اجرا بشه گفتم مربوط به برنامه های خیلی قدیمی میشه اگر خواستید این کارو بکنید بعد از کامپتیبیلیتی مود استفاده کنید من فکر میکنم بعدا یه ویدیو مکمل و کامل براش بسازم اینجا فقط خواستم معرفی کنم یه مود دیگه‌ای وجود داره به اسم کامپتیبیلیتی مود یا مد یا حالت سازگاری مد هفتم ایرپلین مود توی گوشی موبایلمون داریم کامپیوترتونم اگر وای فای داشته باشه ایرپلین مود موجوده که اگه ایرپلین مود رو روشن بکنید این وای رو میتونه قطع بکنه اگه سیم کارت داشته باشه کامپیوترتون سیم کارت رو قطع میکنه و غیره برای وقتی که سوار هواپیما میشید باید از ایرپلی مود استفاده کنید یا اگه توی جلسه کاری هم بودید خیلی کاربرد داره میزنید سیم کارت و وای رو خاموش میکنه که دیگه گوشیتون زنگ نخوره و مشکلی وجود نداشته باشه مود هشتم تبلت موده اگه شما یه از این سرفیس ها یا یه تبلت دیگه داشته باشید که قابلیت وصل شدن کیبورد داشته باشه تا وقتی که کیبورد وصله توی حالت عادی هستیم ولی به من از اینکه کیبورد قطع میشه خودش میره توی حالت تبلت مود یا شما میتونید خودتون رو جابجا بکنید برید داخل حالت تبلت مود بشید برای این کارم کافیه فقط اینجا روی این قسمت بزنید نوتیفیکیشن تبلت وجود داره و با کافیه که روشن خاموشش بکنید این چیزی که اینجا میبینید اسمش نوشته تبلت مود و داخل ستینگ هم یک سری تنظیمات کامل برای تبلت مود وجود داره این عکسی هستش که میبینید اینجا تنظیمات مربوط به تبلت مود هم وجود داره که من چون ندارم الان نمیتونم بهتون نشون بدم ولی تنظیماتش رو میبینید که اینجور چیزایی هست پس این هم از مود هشتم مود نهم فوکوس مود توی ویندوز ده اضافه شده توی ویندوز یازه هم هست و شما میتونید اگر دارید کار خاصی انجام میدید بیاید حالت فوکوس مود رو روشن بکنید و بگید که چه چیزایی رو سیستم به شما بگه اگه آف بکنید همه نوتیفیکیشن ها رو میگیرید اگه پرایوریتی اونلی بذارید میتونید تعیین بکنید که دقیقا چه تنظیماتی کدوم برنامه حق دارن به شما توی اون زمان اطلاع بدن و اگر روی حالت آلارم اونلی بذارید فقط آلارم هاست برای تغییرش هم این گوشه میتونید روی این بزنید و از اینجا ببینید که روی کدوم حالت هستید همینجا که میبینید الان ببینید اسیت روشنه و من تنظیمات کردم روی آلارموندی ولی اگر تغییرش هم بدم اینجا میتونه عوض بشه ببینید وقتی آف میکنم اون میره وقتی هم روشن میکنم به این حالت تغییر میکنه یه سری تنظیمات از اینجا وجود داره که میتونید تغییرش بدید پس از نهمین مود و مود دهم ده که اسمش اس موده همونجور که میبینید اس مود چیه همونجور که اینجا توضیح داده یک حالت خاصی از ویندوزه برای امنیت بیشتر پرفورمنس بهتر و تجربه خیلی بهتری رو برای شما رقم میزنه اگه دنبال امنیت و پرفورمنس هستید روی سیستم ساده چجوری هم این رو تمیم میکنه فقط برنامه هایی رو میتونید دست کنید که از ماکساف استور گرفته باشید و نیازمند ماکساف اج و سیف براوزینگ هم هستش یعنی خیلی دسترسی های شما رو محدود میکنه ولی توی این حالت امنیت شما به شدت افزایش پیدا میکنه واسه اینکه همه چیز تحت اختیار ماکساف هست حتما باید مایکروسافت اکانت داشته باشید دوش لاگین کنید و فکر میکنم قیمت لایسنسش یه مقداری ارزون برای اینم که بتونید واردش بشید باید برید اون قسمتی که لایسنس میخواید بزنید همونجوری که میبینید باید بیاید اونجا تعویز کنید لایسنس اسمود رو وارد کنید که اینجا امکانات و قابلیتاش هم نوشته و اینجوری برای شما اسمود فعال میشه همونجوری که میبینید نگاه کنید میگه ویندوز ده هم توی اسمود اینجا فعال شده امکاناتتون کمتره برنامه کمتری میتونید نصب کنید ولی امنیتتون افزایش پیدا میکنه پس این هم از دهمین ده مورد یا اسمود که یک کاربرد خیلی خاص داره شاید هرکس دنبالش نباشه و لایسنس باید براش تهیه بکنید ولی اینم هم یکی از مودها بود شما چه مود دیگه ای میشناسید تو ویندوز که من یادم رفته اینجا بگم حتما توی کامنت ها بگید خب این هم از 10 تا مد جذاب و قایمکی و مخفی که توی ویندوز وجود داره و میخواستم باش آشنا بشید گفتم در مورد اینا میشه ویدیو ساخت هر کدوم خواستید بگید براش ویدیو جداگونه میسازم یه سریشو که دارم یه سریشم قطعا براش میسازم و همین امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و دوست داشته باشید قابلیت های ویندوز رو وقتی یاد بگیرید شما یه کاربر از کاربر معمولی تبدیل به کاربر اکسپرت و حرفه‌ای میشید پس خوبه که اینا رو یاد بگیرید اگه کسی رو میشناسید که دوست داره محتوای کامپیوتری جدید و آپدیت یاد بگیره کانال ما رو براش بفرستید فکر میکنم که به دردش بخوره و خوشش بیاد مرد شیر کاوینی هستم اینجا کانال اگر دوست از مالی انجام بدید لینکش توی توضیحات هست و اگه هم دوست دارید حمایت معنوی انجام بدید فقط کافیه یکی از ویدیوهامون رو بر دوستتون بفرستید و توضیح بدید که این ویدیو به چه دردش میخوره و بگید بیاد کانال ما رو دنبال بکنه و خواهش میکنم ویدیوها رو از داخل یوتیوب ببینید و اونا رو دانلود نکنید مرسی فعلا خدا نگهدار